سلام، به زندگی من خوش اومدید. یکی از ویدیوهایی که ازم خیلی درخواست شده بود درستش کنم، یا یه سری از مسیجایی که خیلی میگرفتم توی دایرکت راجب این بود که چی شد که اینقدر عوض شدی، چجوری اینقدر سریع عوض شدی. سلام، به زندگی من خوش اومدید. لطفاً سابسکرایب کنید اگر تا الان سابسکرایب نکردید، و خوشحال میشم نظرتون رو برام بذارید و با همدیگه صحبت کنیم. توی این ویدیو راجع به این که من چجوری از 90 کیلو به 54 کیلو رسیدم با هم صحبت میکنیم، که چقدر طول کشید و اصلا چرا اینقدر یه دفعه به 90 کیلو رسیدم، استپایی که من برای این کاهش وزن در طول یک سال انجام دادم و بهتون میگم. یکی از چیزایی که دوست دارم قبل از همه چی بهش اشاره کنم اینه که من هلسکر پروفشنال نیستم، هیچ مدرکی توی هلس ندارم و همه چی هم که خوندم ریاضی بوده و مهندسی هم خوندم. قبل از همه چی بگم که این چیزایی که من دارم میگم تجربه های شخصی منه و چیزایی که به صورت آنلاین گیر آوردم. نمیخوام بگم هیچ کدومش علمی نیست، اگه علمی نبود من خودم انجام نمیدادم، ولی اینم در نظر بگیرید که چون من کانادا هستم و چون من فامیلی داکتر دارم، یکی از شانسایی که آوردم فامیلی داکتر داره، هیچ کلاس علکی هم نیست، اگه آن تایم اپلای میکردید مجانی به همه میدن، به خاطر اینکه این خانم خیلی هم دختر جوونی، خیلی هم دقیقه، تازه کارش رو شروع کرده بود و الان دیگه 7-8 ساله با هم دیگه ایم، همه چیز من رو چک کرد. یعنی من در تمام این مدتی که این رژیم سخت و حالا یا ساده رو گرفتم، تمام مدت هم خونم رو چک کرد، هم قندم رو چک کرد، هم آیرن لولم رو چک کرد، کلسیم، همه اینا رو چک کرد. یعنی اینجوری نبود که رندوم من تصمیم گرفتم در طول یک سال این برا رو سر خودم بیارم و ضرر کردم یا ضرر نکردم یا نمیدونم چه بلایی سر من، نه، تمام مدت تحت نظر دکتر بودم، میدونست که من دارم چی کار میکنم، اما اینجوری نبود که به من دکتر گفته باشه این کار بکن. من دیده بودم یه ذره از این آدم یه ذره از اون آدم و جمع کرده بودم همه این کارا رو هم دیگه میخواستم انجام بدم توی اون دو سال و نیمی که من بچه دار بودم و حالا تو رو حاملگی و بعد از حاملگی برنامه داشتم میشیدم چه جوری وزنمو کم کنم. خب یه سری چیزایی بود که اطلاعاتی بود که جمع کرده بودم، یه سری اطلاعاتی بود که داشتم هنوز جمع میکردم. برای همین دوست دارم بگم که لطفاً ادامه این ویدیو رو به این صورت ببینید که یه داستانه و داستان چه جوری کم کردن وزن منه. ممکنه برای شما هم همینجوری باشه، ممکنه نباشه. چند تا نکته هست که من فکر میکنم مهمترین فاکتور توی وزن کم کردن هستن و خیلی مهمتر از وزن و رژیم و ورزش و همه اینا هستش. مهمترین چیز به نظر من توی کم کردن وزن، اونم اینقدر زیاد، کانسیستنسیه. کانسیستنسی یا پشت کار داشتن، یا اینکه مطمئن بشین واقعا به خودتون سخت نمیگیرید. روزایی هستن که تولد مهمونیه، ما خونه مامانینا رفتیم، یا مثلا بیرون جایی دعوتمون کردن، ما جایی کسی رو دعوت کردیم، خیلی سخته، مخصوصا با توجه به فرهنگی که ما داریم. حالا من هنوز این فرهنگ رو دوست دارم که بگم نه نمیخورم، چون یکی از کارهایی که ما میکنیم سوشال، مثلا گدرینگ های ماها مخصوصا توی ایران، ما که نمیشینیم حالا خانوما مشروب 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 بخوریم، چیکار میکنیم؟ عشق و علاقه اونو با غذا درست کردن نشون میدیم، سالادهای مختلف درست میکنی. من یادم ماما مثلا ذوق میکرد میخواستن بیان خونه ما، از کی بره گوگل کنه سالاد گیر بیاره، مدل گیر بیاره، به خاطر نشون دادن عشق و علاقه است. یه هنره، هنر میزبان بودن یه هنریه که خیلی جدی هم گرفته میشه. و خب متاسفانه یکی از ساید افکتاش اینه که شما عادت میکنید خیلی بخورید. 4 تا فاکتور هستش که خیلی به کم کردن وزن من کمک کرد و من فکر میکنم اصلی هستش که نمیشه کنار گذاشتشون. قسمت اول یا پارت اول و فاکتور اول، کالوری اینتیک. به طور کلی من در طول روز چه چیزی میخورم، مثلا اینکه
مایعات، جامه، این یکی پودره، اون یکی اسنکه، همش 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 با هم دیگه. چیزی که رفته باید ورسس چیزی که میاد بیرون چه جوری حالا میشه باشه. شما باشگاه میرید عرق میکنید، نمیدونم کار روزانه‌تون کاریه که انرژی مصرف میکنید، وکیوم میکنید که نه هیچ کدومشون جای همدیگر نمیگیره، باشگاه میرید قدم میزنید، کاردیو انجام میدید، اینا همش باعث میشه که اینا منفی باشه و مثبت چیزایی که میخورید اینو باید بالانس کنید. با هم دیگه صحبت میکنیم راجبش. دومی اینه که اسنک به نظر من ریزخوری، این که شما هی یه ذره یه ذره در طول روز مخصوصا یه ذره قند از اینجا، حالا قند که اغراقه، ولی خب مثلا یه ذره کشمش از اینجا، یه ذره میوه خوش شده از اینجا، یه دونه مثلا دارم غذا درست میکنم یه قاشق اینو بزن، این ریزخوریایی که هیچ حسابی هم براش نداریم. مخصوصا خود من از موقعی که مادر شدم، شما کارتون چیه؟ یه غذا درست میکنید دیگه، یه میوه مثلا قاش میکنید دیگه، یه تیکه بذارید دهنه، نمیدونم اینو یه تیکه بذارید، همین یه تیکه یه تیکه یه ذره یه ذره هاست که جمع میشه، اصلا آدم احساس نمیکنه چقدر میتونست جاش با لذت غذا بخوره. سومی ورکاوت یا ورزشه، این که چجوری روی ماسل مستتون کار کنید، روی عضلاتتون کار کنید. و آخری که چهارمیه که ممکن آپشنال باشه شما دوست نداشته باشید اصلا انجام بدید، قسمت عمل جراحی مامی میکووره، که کل مامی میکوور اگه بتونم توش یه توضیح میدم که چی هستش، کی اصلا کلا به مامی میکوور به چی گفته میشه و اینکه چرا من مامی میکوور رو انجام دادم و آیا توصیهش میکنم به بقیه یا نه. قسمت اول یا کالری اینتیک. واسه کالری اینتیک میخوام بهتون یه وبسایتی رو معرفی کنم. این وبسایتی که اینجا الان یه دونه لینکشو میذارم و این پایین هم گذاشتم براتون، یه وبسایتیه که شما میرید بهش میگید چند سالتونه، خانومید یا آقایید، و اینکه چه وزنتونه و لایف استایلتون چجوریه. و سعی کنید اینجا رو نه تنها اغراق نکنید، جایزه نمیده، دروغ نگید، یه ذره مثلا حتی بگید زندگی آروم تری داری، حالا فارسیش فکر کنم سیدنتری لایف استایل، یعنی لایف استایل خب خیلی توش تکون نمیخورید، مثلا بگید یه همچین زندگی داری، یا مثلا دونده ای، کارتون مثلا ورزشه، مربی ورزش هستید، خیلی فرق میکنه با اینکه کارتون نشستن پشت میز کامپیوتره. خب باید اینو به تو این وبسایت بزنید که بهتون بگه. توی وبسایت که برید بهتون میگه با چه میزان کالری بدن شما در طول روز میتونه زندگی کنه، یعنی ساده ترینش برای انجام کارهای حیاتیش، مثلا واسه اینکه نفس بکشید، واسه اینکه سموم بدن دفع کنه، چه مقداری کالری احتیاج دارید. برای کالری اینتیک یه سری از کارهایی که باید با هم دیگه انجام بدیم اینه که حالا شما رفتین توی اون وبسایت، کالری اینتیکتون رو گرفتید. مال من 1700 تا بود. توی وبسایت هایی که من تحقیق کرده بودم، خونده بودم و روی منم جواب داده بود اینه که اگر شما میخواید در طول هفته یه پوند یا نیم کیلو کم کنید، بعد 500 کالری از 1700 تا 500 تا کمتر باید مصرف کنی، 7 روز، چون روز کاری که نیست 5 روز، 7 روز باید 500 کالری کمتر استفاده کنی، یعنی بشه 3500 تا کالری در طول هفته. 3500 تا کالری ایکوال میشه با چی؟ با 1 پوند وزن و یا نیم کیلو وزن شما کم میشه. حالا دو تا چیز، یک اینکه نمیفهمه وزن چیه، یعنی اینکه بد غذا بخوری، پروتئین نخوری، پروتئین ماسل مس شما رو هم میزنه، برای اینکه یعنی وزنتون رو خب آره کم کردید ولی چربی ها مونده، هنوز ماسل مستون از بین رفته، پس پروتئین خوردن و ورزش کردن اینجاست که به کار میاد. وگرنه واقعا وزن با دایت شما از دست میدید. ورکاوت و اینجور چیزا واسه استرنگس و واسه قوی شدن و واسه جمع شدن پوست و اینا، ولی واقعا همه شما واسه ساید افکته. بیشترین چیزی که وزن شما رو کم میکنه رژیمه و واقعا هم راحت ترین کاره. حالا چرا من میگم راحت ترین کاره؟ بخاطر اینکه من آدم تنبلیم. یه سری مثلا همون غذا که هر روز میخورن و میان وزن میکنن، 500 گرم این، 200 گرم نامی
اینجا یه سری چیز دارم. من میگم آدم بچه‌ام که بودم دلم خواست یه قرص بخورم دیگه، جاش غذا نخورم. حالا کسایی که من میشناسن یادشونه، یعنی ترجیح میدادم یه قرصی دارویی چیزی بخورم اما غذا نخورم. حالا اینم همینه. من اینجا که اومدم یکی از همکارام توی این شرکت‌های هرمی ها، نه کلا برداری، توی این شرکت‌های هرمی رپ داره، گوش کن، توی این شرکت‌های هرمی بود به یه چیزی میفروخت به اسم هربال لایف میل ریپلیسمنت. بعد همکار سرکارمون بود و من گفتم این چیه تو میفروشی و اینا؟ هیچ اصراری هم نداشت به من بفروشه، به بقیه میفروخت و من ندیدم اصلا تحقیق کنه. من گفتم که چه جوری میفروشی و اینا، زبونشون رو نمیدونم، فکر کنم مال تایوان بودن، تایوانی بود فکر میکنم، ذره تحقیقاتم بالا برم ببخشید. بعد با هم دیگه حرف میزدم، بعد که گفتم چی شد، گفت با من خیلی اون موقع چاق شده بودم دیگه، حامله بودم با استورم، یعنی کلا نزدیکای 82 خورده ای بودم اون موقع، هنوز سر کار بودم، هنوز 90 نرسیده بودم ولی 82 بودم. بعد بهش گفتم بابا من خیلی قبلا لاغر بودم و استرس دارم و اینجور چیزا. گفتش که من خودم قبلا چاق بودم. گفتم برو مگه میشه تو چاق بوده باشی؟ خیلی خوشه ای کرد. گفتم مگه میشه تو چاق بوده باشی؟ گفت بابا نه، این می ریپلیسمنت منتا چیزایی که من استفاده کردم عکس و ایناشو به من نشون داد. گفتم که این چیه؟ منم همچین همیشه خدا چارچشی، من کسی تحچمیان اسکم نکنه با اینجور چیزا. گفتم که چیه؟ خدا بود یه چیزی به ما بفروشه دیگه. برگشت گفتش که این میل ریپلیسمنت جوی پروتئین و اینا، نمیدونم این مدرک رو داره، این مدرک رو داره، این مدرک رو داره، من میفروشمش، آمازون هم داره. حالا دروغ چرا، بی خیرم، من چیز نکردم که از دختره بخرم، تحقیقاتم انجام دادم و اصلا گذشت، مثلا یکی دو ماه گذشت و اومدم خونه و یه سری گرین جوس و اینا خواستم بگیرم از این سبزیجات اینا. نوشته بود خوب نیست موقع که داری بچه هنوز شیر میدی دیتاکس کنی. گفتم خیلی خوب، پس بعدش من میام یه همچین کاری انجام میدم، حالا دیتاکس میکنم یا با آب میوه وزنمو کم میکنم، یه همچین چیزی تو ذهنم یعنی بود که من یه همچین کاریو خواهم کرد. بعد که من اومدم به مثلا خود وزن کم کردن اینا، دفعه من حوصله ندارم هر روز این همه گرین جوس بگیرم و اینا، مثلا ممکنه حالا چه میدونم مثلا دلی این کارو بکنم موقعی که وزنم کمتره، ولی دروغ چرا، وزنم زیاده، لای پاهم درد میکرد، رو میرفتم کشیده میشد به همه جا، عرق میکردم، حوصله نداشتم برم بیرون. گفتم برو بابا. بعد واقعا من خیلی اعتماد به نفسم اومده بود پایین، خیلی اعتماد به نفسم اومده بود، آدم شلو. چرا؟ به خاطر اینکه اسم کردم تقصیر منه، در صورتی که هیچ ربطی به خودم نداشت. من در طول حاملگیم هر دوبارش دیابت گرفتم و هر دفعه اولش تونستم و رژیم کنترل کنم، دفعه دومش روز آخرش دیگه 2 تا 3 تا انسولین میزدم. خب وقتی شما اینقدر دیابت داری و واقعا رژیمت اینقدر کنترل شده بازم این همه وزن اضافه میکنی، میگن ژن، حالا میگم ژن بد و خوب، ولی ژنم اینجوری داشتم در حال اکسپلود، یعنی واقعا عکس‌ها رو شما ببینین اصلا قابل مقایسه نیستش با هم دیگه. به طور کلی من در طول روز چه چیزی میخورم، مثلا اینکه مایعات، جامه، این یکی پودره، اون یکی اسنک، همش با هم دیگه، چیزی که رفته باید ورسس چیزی که میاد بیرون چه جوری حالا میشه باشه. شما باشگاه میرید عرق میکنید، نمیدونم کار روزانه‌تون کاریه که انرژی مصرف میکنید، وکیوم میکنید که هیچ کدومشون جای همدیگر نمیگیره، باشگاه میرید قدم میزنید، کاردیو انجام میدید، اینا همش باعث میشه که اینا منفی باشه و مثبت چیزایی که میخورید. قبل از اینکه بریم راجع به اسنک یا راجع به ریزخواری در طول روز با هم دیگه صحبت بکنیم، خواستم یه چیزی رو بهتون بگم. اینکه چی در طول روز میخورید واقعا به خودتون مربوطه. بعد از یه مدت من وزنم کم شده بود، یعنی واقعا در حال کم شدن وزنم دارم میبینم، 4 ماه گذشته 20 کیلو کم کردم. یه سری روزا مثلا رفتیم بیرون من یه مکن چیز گنده گرفتم، واقعا با لذت دارم میخورم. چرا؟ چون I deserve it. میدونی این همه وزن کم کردم. مثلا طرف تو خیابون شما رو نگاه کنه اینجوری، مگه مال بابا تو دارم میخورم؟ دو، من خودم رژیمم، تو نمیدونی مثلا من الان این همه وزن کم کردم. آره الان توپولم، ولی تو نمیدونی که من چقدر وزن کم کردم. برای همین یه خواهشی که ازتون میکنم اینه که اصلا براتون مهم نباشه اون روزایی که دارید بیرون چیزی میخورید، جلوی کسی چیزی میخورید، با لذت با افتخار اونو بخورید. بذارید روزایی که ورزش میکنی
بذارید روزایی که دارید ورزش میکنین اون ورزش بهتون بچسبه، به خاطر اینکه میدونید روزایی هست که انقدر میخورید بهتون میچسبه. یه سری ویدیو قراره براتون درست کنم از این روزایی که ما مسافرتایی که میریم، مثلا مسافرتایی که ما میریم مکزیک و اینا، واقعا با لذت من اونجا غذا میخورم، به خاطر اینکه یک غذای خوشمزه مثلا پروتئین و اینجور چیزا آدم چاق نمیکنه. شما مثلا یه تیکه استیک اینور بخورید با یه تیکه استیک اونور، پروتئین بدنتون رفته بالا. دو اینکه اگر یه هفته ای مثلا در طول سال هر چی دلت میخواد نخوری، برای چی زنده ای؟ میدونی این طرز فکر من اینه، حالا غلط شاید درست، برای میگم که اینو ته ذهنتون داشته باشید. اون روزایی که دارید چیزی میخورید خواهشم با لذت غذا بخورید. و بعد از یه مدت من کاری که کردم این بود که دیگه الان مثلا میگم الان که شیک نمیخورم در طول روز، وقتی که خیلی گشنمه چرا، وقتی که میدونم خیلی جوگیرم میگم چه خبره، سریع میرم یه شیک برای خودم درست میکنم که ذره گشنگیم کم شه بعد بتونم غذا بخورم و اینا، یعنی همچین بولع غذا نخورم. ولی موقعی که دارم غذا میخورم و نرمال جوگیر نشدم و این چیزا، لذتشو میبرم. و خواستم اینو بگم که خیلی چیز مهمی بود، چون واقعا عذاب وجدان غذا خوردن در طول رژیم فکر کنم یه چیزی که خیلی کم راجبش صحبت میشه. حالا بریم و راجب قسمت‌های ریزخاری با هم دیگه صحبت بکنیم، بعد از اینکه یه سری عکس و ویدیو از غذاها یا چیزایی که در طول رژیم خوردم براتون بذارم. قسمت دومی که دوست دارم با اتون راجبش صحبت کنم اسنکه. یکی از چیزایی که من خیلی انجام میدادم در طول روز اینه که میرفتم یه ذره اسنک از این، یه ذره میوه برای انزو قاچم کردم میخوردم، یه ذره کشمش اینجایی میخوردم، یه ذره بذار آلمون، یه ذره بادوم و مثلا فندق و اینا بدم به انزو، یه ذره خودم بخورم. خب اون موقعی که شما شیردهی دارید یا اون موقعی که شما حامل هستید یا اون موقعی که اصلا کلان بچه دارید، همه اینا تایمیه که قوت داره، بخور چرا نخوری. ولی وقتی که رژیمی کالری زیادی داره، برای چی داری میخوری؟ خب اولا که یه مایندسته، یعنی مایندست شما باید عوض شه. دوم این که شما نباید چیزایی که چرا جلوی دستت بذاری همچین چیزی که بخوری. برای همه من یه مغازه هایی هستش اینجا، سیوان فود، سوپر استور، ایندیپندنت استور، خودشون یه سری کسایی هست که کار میکنن، میوه ها رو میشورن یا سبزیجات رو میشورن، خرد میکنن، کوچولو کوچولو قاچ میکنن. و من جعبه های بزرگش رو میگرفتم، توی عکس بهتون تیکه تیکه شدهش رو نشون میدم. یه مثلا جعبه بزرگ انقدریه، توش یه ذره چری تومیتو از این گوجه های کوچولو داره و یه ذره کرم بروکلی داره و یه ذره از این هویج کوچولو ها داره و یه رنج ساس وسطشه. حالا عکسش رو میگم، چیز خاصی نیست ولی خورد شده است. بعد من اونایی که حالا خورد شده است، اونایی که کوچولو کچ شسته شده و خورد شده است، واسه کسایی که مثلا تنبلن خوبه، اونا رو من میذاشتم توی این جعبه های کوچولو غذا جای اسنک، به خاطر اینکه به خاطر اون رنج، باز با اینکه من وجی دوست ندارم، اینا رو چون دیپ میکردم توی رنج میخوردم و این شده بود اسنک من در طول روز. یعنی سر کار حتی به من گفتن لیدل رابیت، من مثل خرگوش هر موقع من نگاه میکردم داشتم یه چیزی میخوردم که یا مثل بیبی کروت بود از این همیچ کوچولوها بود، یا مثلا سالاری کرفس بود، یا چی میخوردم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه نمیخوردم عادت کرده بودم تو دوره حاملگی و اینا دائم یه چیزی بخورم. خب این هلسیه. یکی یه چیز دیگه هم که دکتر اون موقع که من دیابت گرفته بودم سر حاملگی بهم گفت پنیر بود، گفت از این پنیره کوچولو بگیر. گفتم اون چربی داره که، گفت نه پنیرش پروتئینش به چربیش میارزه، بگیر این اینجاها یه چیزی چیز دارم اسم بیبی بل، پنیر دورشو حالا مثل وکس ماننده گذاشتن، دورش هم پلاستیک داره، خیلی کوچولو جالبه. حالا من نمیدونم ایران شبیهشو داره یا عینشو داره، احتمالا داره، خیلی خوب همه چی اون موقع یا که یادمه چیزای غذایی داشت. حالا اگه شما شبیهشو دیدید برام عکسشو بذارید، با مزه خوشم میاد ببینم. ولی اینجا میگم پنیر کوچولو داره. خب مثلا یکی دوتا از اونا میبردم، یا همه الانم هم در طول روز گشنم که میشه، موقع که جدی‌تر میخوام وزنمو کم کنم شروع میکنم اونا رو با من اسنک خوردن. پس یه لطفی که شما به خودتون و رژیمتون میکنید اینه که این چیپس های کوچولو رو نمیدونم
هابی و چوکلات و نمیدونم پاستیل و اینجور چیزا رو همه رو میذاریم یه گوشه، اگه مال بچه ها مال بچه ها بمونن دم دست اینجور چیزا رو میذاریم، مثلا کشمش و قند و نمیدونم حالا یه ذره نبات و همه اینا رو لطفا جمع میکنیم میذاریم کنار. چرا؟ چون این قسمتی قراره به ریزه خاری ما در طول روز کمک کنه، چون یک ذهن آدم باید بشه که ریزه خاری نکنه، اون قبول. دو، قبل از اینکه حالا ذهن شما عوض بشه بخوای ریزه خاری رو از بین ببری، توی اون مدت چرا آدم خودش رو زجر بده؟ من که دارم یه چیزی میخورم، بذار چیزی که دارم میخورم هدف. قسمت سوم، ورکاوت یا ورزش. براتون یه سری عکس و فیلم اینجاها اضافه میکنم که بتونید ببینید تفاوت روز اول و شیکم گنده که من دارم بعد از این 6 ماه، بعد از این که عکسام رو زوم میکنم، بعد از 6 ماه که من استون اومده بیرون و بهش شیر دادم. یه سری از چیزا دروغایی که میشنوید، واقعا به قول جیسون میگه راستش رو بهت میگفتم بچه دار میشدی، کسی نمیاد به شما بگه که بچه‌رو که شیر بدی، بچه‌رو که شیر بدی وزنت میره. کجا میره؟ هیچ جا نرفت. قشنگ خیلی خیلی مردونه قرص و محکم چسبید به من. من از 90 کیلو شدم 87 کیلو. به استون خودش 4 کیلو بود. من علامت تعجب بودم. چون من وزنم رفت بالا، یعنی منطقیه. من 90 رفتم هسپیتال برگشتم بودم خونه، یه بچه 4 کیلویی 3 کیلو خورده ای دستمه، نمیدونم جفت و اینجور چیزا هم که میان بیرون. من هنوز کنده دو تا 4 تا رو، چرا من وزنم 87ه؟ نمیدونم چاقتر شده بودم در اون روز و شب، نفهمیده بودم، نمیدونم. ولی آخرین وزنم 90 بود، بچه 3 کیلو خورده ای ماشاءالله اومد بیرون، من هنوز 87ام. ریاضیش غلطه ولی چسبید، این وزن چسبید. یه ذره رژیم گرفتم شدم 85، شیر کم شد، گفتیم اشکال داره، بچه گناه داره. کیت جیسون کلی با من، کیت با هم صحبت کرده بودیم، میخواستی عمل کنی، میخواستی ال کنی، گناه داره. خیلی خیلی براش مهم بود که بچه ها شیر رو خورن، خیلی منو گول زده بود. بهش گفته بودم که من میخوام عمل کنم، گفته بود باشه، پس حالا که عمل میکنی بچه ها رو میاریم به شیر مادر بده. کلی هم بر من تحقیقات از این ور اون ور و مامان و بابا من باشون هم دادم که ما قبول کردیم 6 ماه به بچه ها شیر بدیم. بعد از اینکه من 6 ماه به بچه ها شیر دادم، اینجوریه، شکمت میره تو، وزنت کم میشه، همش دروغه، هیچی نشد. قشنگ 87. ما رفتیم با سالار مسافرت، برگشتیم اومدیم، من چند کیلو بودم؟ 85. یعنی صبح روزی که من تصمیم گرفتم رژیم بگیرم 85، قصد کردم برم باشگاه. اگه میشه، من خودم میشستم به بقیه میگفتم برو باشگاه، زانودرد، پادرد، اصلا نتونستم. یه چند بار رفتم و ولی اصلا باز دوباره بین کشاله ران و هم دیگه کشیده میشه. چرا هیچ کی از چاقی از اینا حرف نمیزنه؟ زیر بغل، زیر وسط شکم. من اصلا نمیدونستم این همچین مشکلاتی وجود داره. چقدر آدم عرق میکنه، هزار بار من بیشتر عرق میکردم. اصلا عجیب بود موقعی که من چاق شده بودم، یه سری از چیزایی بود که من اصلا نمیدونستم واقعا چقدر نفسم میگرفت بند. حالا کسایی که بندگان خدا که چاقن خب میدونن اینا رو، ولی اگه لاغری واقعا یه نعمتی آدم این چیزا رو نمیدونه. من اصلا بند کفشم رو نمیتونستم ببندم، نفسم بالا نمیومد وقتی دولا میشدم بند کفشم ببندم. خب با این حال من نتونستم برم باشگاه، منی که این همه مدت ورزش میکردم، من از 17-18 سالگی ورزش میکردم. من از موقعی که آدم بدمینتون، تکواندو، حتی قبل از 17-18 سالگی، بعد از 17-18 سالگی اسکیت میرفتم، تکواندو میرفتم، استخ میرفتم. بعد 3-4 سال هیت های اینتنسیتی اینتروال ورکات انجام میدادم، از اینه که مثلا 15 دقیقه از 5 دقیقه ورزش میگم. یعنی من همیشه ورزش میگم. من یک سال قبل از اینکه حامله بشم رفتیم پاریس 48 کیلو بودم. عکساش هست حالا تو ویدیو پاریس که میذارم. اصلا 49 کیلو بودم من قبل از اینکه برم پاریس. یک سال بعدش، من 4 ماه 5 ماه بعدش 56 کیلو 58 کیلو سر انزو حامله. یک سال بعدش 80، یک سال بعدش 90. همینجوری رفت بالا. یعنی شانس آوردم بچه بعدی رو نمی بردم، صد همینجوری داشت میرفت بالا، کلا پایین اومدنی تو کارش نبود.
برای همین واقعا میگن ای هامبل می ده اکسپریانس، ای هامبل می منو فروتن کرد. واقعا خیلی راجبه قبل واقعا نظرم عوض شد که فکر کردم همه لاغر شدن آدم باید برای مثلا حالا نه فقط خوشگلی، برای سلامتی باشی. واقعا یه سریشمون زجر نکشیدن، زجر کشیدنی بود، دو قدم نمیتونستم راه برم. خلاصه بعد از یه مدت که من وزنم کم شد، شروع کردم به این های اینتنسیتی ورکات ها. اگر دوست داشته باشید میتونم یه عالم از این ورزش ها رو براتون بذارم، یه عالم ازشون هم میتونید مجانی پیدا بکنید، تو خیلی از وبسایت ها هست. من از bodyrock.tv شروع کردم 17-18 سالم که بود، بعد وبسایتشون پولی شد، توی ایران نتونستم اصلا بگیرم اون موقع، بعد توی یوتیوب رفتن، من از یوتیوب استفاده کردم، اسمش عوض کردن گذاشتن heat.tv بعد از یه مدت. باز دوباره اینا هیچ کدومشون اسپانسر نیستن، چیزایی هم که من استفاده کردم. و واقعا ورزش من همین بود، نه باشگاه خاصی رفتم نه هیچی، وزن کم کردن اون موقع تو خونه بود. یه سری از عکسایی هم که میبینید باشگاه یا باشگاه خونه است یا باشگاه سر کار ما، ولی من هر روز ورزش کردم، سه روز میرفتم باشگاه، خودم این های اینتنسیتی ورکات ها رو انجام میدادم، یک رو 20 دقیقه، اصلا هم طولانی نبود ولی خیلی سخته. و بعد از اونم یه دو روزم میرفتم یوگا، اونم یوگای سرکارمون بود، گذاشته بودن میرفتم. یه روزم با بچه ها فوتبال بازی میکردیم با آقایون سرکار. یعنی واقعا چیز خاصی، برنامه خاصی، پرسونال ترینر بگیرم، چنل های خاصی، مهندس تغذیه بیاد کمکم کنه. نمیگم لازم نیست، نمیگم کمک نمی کنه، 100% معلومه، معلومه همه اینا با آدم کمک میکنه. چهارم، سرجری مامی میکوور، که اصلا مامی میکوور چی هست و چرا من انجامش دادم و آیا فکر میکنم برای شما ضروریه، از اینکه این عمل انجام دادم پشیمونم یا خوشحالم، همه رو براتون توضیح میدم. یکی اینکه عمل مامی میکوور به عملی گفته میشه که جراحیه، از بالا تا پایین بیشتر وقتا، بر همه میگن میک اوور. سینه، شکم، خیلی وقتا لیپوساکشن، پوست شکم، پوست سینه، و خیلی 99% مواقع با لیفته، به خاطر اینکه شما چه وزنتون کم کنید، چه بچه شیر بدی، شیر دیگه بچه تمامش، پوست افتادگی پوست دارید. حالا خیلی ها وزنشون رو کم کردن، پوستشون رو میارن بالا، میشه لیفت برای سینه، و بعدش میخوان پروتز بذارن، میشه آگمنتیشن، یا نمیخوان پروتز بذارن، میخوان کمترش بکنن، ریداکشن. در هر صورت چه ریداکشن چه برست آگمنتیشن، خیلی وقتا همزمان باهاش شما پوست شکمتون میخواید بکشی، به خاطر اینکه وزنت خیلی کم شده، یا از ناحیه های بغل بهش میگن لاف هندل لیپوساکشن انجام میدن، که اگر نتونسته باشی وزنو مثلا خودت دست بدی، یا یه سری جاها چربی اضافه مونده باشه، اون لیپوساکشن رو بتونن بکشن بیان بیرون. من خودم فکر میکردم با ورزش وزنم کم میشه و پوستم جمع میشه و نشد. حالا من میتونم گریه کنم که چرا من پوستم کم نشد، وزنم کم شد، میتونم بگم اوکی استپ بعدی چیه؟ خب عمله. من از دکتر، فامیلی دکتر خودم که خیلی همش اعتماد دارم، پرسیدم، گفت در عرض 7 سال 50% پوستت ممکنه جمع بشه. بس بقیه چی؟ هیچی. نه، گفتم دیگه بریم عمل. برای پیدا کردن دکترم من خیلی وقت گذاشتم، تقریبا که میشه گفت 6 ماه تو نوبت بودم واسه اینکه فقط ببینمش. من یعنی تقریبا میشه گفت موقعی که شروع کردم وزنم کم کردم، زنگ زدم، بوک کردم، پولم گرفتن نزدیک $250. چرا؟ چون دکتر، اسمش دکتر کالین مکینسه، فکر میکنم اگه درست بشه فارسیش اینجوری باشه، توی تاپ 5 دکتر خود کانادا بود، توی 5 تا دکتر کانادا بود و توی 5 تاپ 5 دکتر توی بی سی هم هست به عنوان سرجن، هد سرجری توی قسمت سرجن بیمارستان رویال هاسپیتال نیو وست مینیستره. خیلی هم اتفاقا جوونه و به قول خودش هیچ استایلی نداره. یکی از دلایلی که من خوشم میومد اینه که هیچ استایلی نداشت، یعنی واقعا هر چی شما بگید از نظر پزشکی میگه آره یا نه، ولی
کوچیک باشه باشه، بزرگ باشه باشه، لیفتش کنیم باشه، به خاطر اینکه خیلی اعتقاد داره بدن شما سلیقه شماست. در صورتی که مثلا من خیلی دیدم خیلی از دکترها، حالا مخصوصا من فکر می‌کنم طرف آسیا چه مثلا ترک یا چه میدونم حتی اونایی که توی ایرانن، فکر می‌کنم مثلا یه کاپی پیست یه استایلی تو ذهنشونه، هر کی میره پیششون یه جوری میاد بیرون. اصلا اینکه تو چی میگی یا اینکه تو چی دوست داری خیلی نیست، چون یه معیاری از زیبایی تو ذهنشونه و اون جور عمل به تو شما میای بیرون. ولی خب این چیزی نبود که من دنبالش بودم، بر همین من میخواستم اینجا عمل کنم. خیلی هم مطمئن بودم که حتما میخوام کانادا باشم، چون به خاطر کار جیسون و به خاطر اینکه بچه ها اینجا بودم، من مجبور شدم که چه بخوام چه نخوام اینجا رو انتخاب کنم که عمل جراحی رو انجام بدم. البته یه سری از دلایل دیگه هم بود، مثلا اینکه به نظر من مراقبت های بعد از عمل خیلی چیز مهمیه و من خیلی آدم ترسویم، به خاطر اینکه من گفتم اگه از نتیجه عملم راضی نبودم چی، اگه دارم خواست برم یه چیزی رو عوض کنم چی، چون اینجا یه همچین چیزی هست. یعنی من دکترم رو هر چند وقت یه بار میبینم، دوباره 6 ماه دیگه میبینم، مثلا حتی از یه جای از بقیه هم خوشم نمیاد، گفته اگه مثلا تا 6 ماه دیگه حل نشود عمل سرپایی همینجا برات انجام میدیم. خب من همین چیزی اگه میمدم ایران عمل میکردم برمیگشتم نداشتم. البته یه چیز دیگه هم هست که وقتی با یکی از دوستام حرف میزدم میگفتش که خب میتونی با این پول میتونستی 200 بار بری ایران و بیای. این حرفم درسته، یعنی I'll give her that. این عمل جراحی من مرخصی مامان و بابا و جیسون و بچه ها رو نگردارن، اصلا یعنی زندگی همه رو من به هم ریختم. اصلا منشونم تشکر میکنم. لطفاً سابسکرایب کنین اگر تا الان سابسکرایب نکردید و خوشحال میشم نظرتون رو برام بذارید و با همدیگه صحبت کنیم. فقط سالم باشه.